خب امیر هستم فیلم پنجم پس نان میلار در اکتیب هست روایت بین خطی در سینما فیلم نان لولا ران. شروع کنم اول با یه توضیح راجع به بکگراند این فیلم و در چیز سوشال کانتکست قرار گرفته. این دو سال ازام مثلا 98 ساخته شده، یه فیلم آلمانی هست، کارگردانش تام تیکبر هست که خیلی معروف هست بخاطر این فیلم، بخاطر استفاده کردن از این تکنیک موسیقی، استفاده کردن صحنه های موسیقی تکنو و تلفیقش کردن با محیط شهری برلین و نگاهی که اقسام شهر برلین فیلم داشت. کار جلوتر در مورد این بیشتر صحبت میکنم، ولی به هر حال فیلمی بود تو زمان خودش با همونجور که اول بارم گفتم با محبوبیت زیادی روبرو شد، هم از لحاظ کامرشیال ساکسس داشت از لحاظ تجاری و هم از لحاظ هنری هم مورد اقبال خوبی قرار گرفتش. داستان فیلم خیلی ساده هست، داستان یک دختر هست که باید یه پول مشخص 100,000 مارک رو به دوست پسرش برسونه تا اتفاقی برای دوست پسرش رخ نده. فقط فکر می‌کنم خب ایده خاصی کارگرم کار برده، استفاده کردن از این فرم روایت هست که و همچنین استفاده کردن از فرم خاص ویژوالی و موزیکالی که حالا سعی می‌کنم متوجه به اینکه این پس بیشتر در مورد روایت هست، من در همون بحثای بیشتر روایت رو تو این فیلم تاکید داشته باشم. برای اینکه بحث به وارد بحث روایت بشه، من فکر می‌کنم یه سری از کوت‌ها، یه سری از جمله‌های که اول فیلم خودش داده می‌شد تو این فیلم، یه سری اونا رو اگر نگاه بکنیم خب تا حد زیادی میتونیم آشنا بشیم که دنبال چی این کارگردان بوده. همون اول بار کارگردان فیلم رو با این جمله شروع میکنه: Who are we? Where do we come from? Where are we going? How do we know? What do we think we know? Why do we believe anything at all? Countless questions in search of an answer that give rise to new questions and the next answer will give rise to next question and so on. But in the end, isn't always the same question and always the same answer. این تقریبا فلسفه خود فیلم رو تا حد زیادی اون نگاه فیلمساز رو به جهان مشخص میکنه. دنبال یه سری سوال ها هستیم، پرسش ها میپرسیم، سعی میکنیم پرسش ها رو حل بکنیم، ولی آیا همیشه به همون جواب هایی که از قبل میدونستیم به همون نمیرسیم. اول فیلم اگر دقت کرده بودیم در مورد توپ صحبت میکرد، توپ که گرد هست، زمان بازی که 190 دقیقه تشکیل میشه و میگه the ball is round, the game lasts 19 minutes, that's the fact, everything else is pure theory. و اشاره میکنه هم اون جمله معروفی که سپ هربرگر یک فوتبالیست، یک مربی معروف گفته بودش که after the game is before the game. یعنی یاد میاره اون جمله معروف تیسی الیوت رو که وقتی که ما یه چیز رو داریم سعی میکنیم بشناسیم، همیشه برمیگردیم به اونجایی که شروع کردیم و این روند چرخشی رو از همون اول در تمامی پدیدها تعدید سعی میکنیم برجسته تر بکنه و وارد این فضا ما رو کرده باشه. در کنارش همونجور که داره فیلم هم فرم رو داره مشخص میکنه، باز گیم خیلی براش مهم هسته. فرم اگر از اولش نگاه بکنید ما میبینیم که با یه توپی به سمت بالا بیره شروع میشه و یه جای صحنه‌های انیمیشن بار رو داره میشه، سمت روی پله ها داره میاد پایین و در جاهای مختلفی احساس رو ما میکنیم که ما داریم وارد یک بازی گیم شدیم و این گیم تیوری مخصوصا خیلی از لحاظ روایت خطی برای داستانش مهم بوده. تا حدی اینو تلفیق خواسته بکنه با اندیشه‌هایی که برخس داشته. برخس در یه جا میگه که in all fictions each time a man meets diverse alternatives he chooses one and eliminates the others. In the work of virtually impossible disentangle the character chooses simultaneously all of them. He creates thereby several futures several times which themselves proliferate and fork. All the outcomes in fact occur. Each is the starting point for further bifurcation. Once in a while, the paths of the labyrinth converge. For example, you come to this house, but in one of the possible paths, you are my enemy, in another, my friend. اگر
در اون نوشته های برخس رفته باشین در مورد فضای لابیرنت و اینا صحبت میکنه، فضاهایی که در اون اتفاقهایی به صورت موازی میتونه رخ بده، پارالل یونیورس ها. و این پارالل یونیورس ها در حد زیادی با همون ایده ای بوده که این کارگردان داشته، با اون تئوری گیمی خودش خواسته تخت مخلوطش بکنه و یک استراکچر و یک داستان رو خلق بکنه. مثل همون فضای برخسی که he believed in infinite series of times, a growing, dizzying web of divergent, convergent and parallel times. تمام این فضای پارالل همون فکری بوده که این کارگردان دنبالش بوده و اون رو شکل داده. یکی از بچه‌ها صحبتی رو میکرد که در مورد دترمینیستی و این روحیه که آیا اخلاق در این فضای دترمینیستی مفهوم داره یا نداره. این فکر کنم که از این پرسش هایی هسته که تا حد زیادی مشخص میکنه روی کرده وقتی ما یه فضای پارالل رو داریم در سینما داشته باشیم نسبت تفاوتش در ادبیات و تا حد زیادی مشخص میکنه بحث رو که من میخوام پیش ببرم. یکی از کسایی که در مورد فضاهای پارالل مینویشتن، مورد فضاهای برخسی مینویشتن، این فضاهای انفینایت صحبت میتونه، میگفتش که اگر ما این فضای انفینایت رو قبول داشته باشیم، این فضای رو اندلس رو قبول داشته باشیم، نمیتونم نسبت به هیچ اکشنی و هیچ کاری که در کانسیکونسی در اتفاق میفته هیچ گونه ریسپانسیبیلیتی رو از یک شخص بخوایم، چون بالاخره یک اتفاقی هست که اگر ایکس رو انجام بده ممکنه ایگه رخ بده، اگر زد رو انجام بده ممکنه سی رخ بده. بخاطر پارامترهای قد زیاد هستن که دست کنترل فرد نیست و هر اتفاق چه اتفاق خوب و بد میتونه در این فضا رخ بده و اگر این فضای کنترلس آنلیمیتد رو اعتقاد داشته باشه نمیتونیم بگیم که یک فرد میتونه مثلا اکشن خوب رو که انجام میده دست خودش هست، این اتفاقی هست که میتونه براش رخ بده. ولی تفاوتی که مثلا این فضای فیلمی پیدا میکنن، این فضای پارالل برای این فیلم هم کاملا مشخص میکنه، فضاهای خوب و بد تقریبا توشون معلوم میشه. از بچه‌ها در مورد رهاد صحبت کردن، این شخصیت به مروری که میره میتونه ریسپانسیبیلیتی رو قبول کنه، میتونه خودش تصمیم بگیره در مورد کاری رو که میخواد انجام بده. اینجا هسته که تفاوت یا این فضای ناریتیوی که برخس اینا طرح کردن وارد سینما میشه و سینما یه شکل متفاوت رو به سعی میکنه بده. بوردویل در مورد این فضا صحبت کرده. بوردویل از کسی هستی که توی فیلم تئوری و یا هیستوری آف فیلم خیلی نقش مهمی رو داره. دیوید بوردویل یکی از مهمترین متفکرهای سینمای قرن معاصر محسوب میشه و خیلی در مورد داستانگویی و روش‌های داستانگویی در سینما نمیشه، مخصوصا در مورد سینمای کلاسیک، اینکه داستان سینمای کلاسیک، داستان سینمای هالیوود از چه اصولی شکل گرفتن و همین داستان‌های مدرن چه تفاوتی رو در سینما به اونا پیدا کردن، در پست مدرن تکنولوژی چه چیزهای جدید رو بهشون اضافه کردن. در مورد گیم تئوری خیلی نوشته، اینکه بازی ورودش به سینما و ورود این تفکر بازیگونه باعث شده که داستان‌ها چه تغییراتی رو پیدا بکنن و مخصوصا که در دوره معاصر چه تفاوت‌ها رو ما میتونیم احساس بکنیم. بوردویل ادعا میکنه که فیلم مثل ران لولا ران در یک کاتگوری که قرار میگیره که به اسمش رو گذاشته فورکتی، داستان‌های چنگالی، این اسم رو بهش داده. و ادعای بزرگ بوردویل این هست که ما درست از یک طرف همونجوری که من گفتم ما یه فضای اینفینایت رو داشتیم که در لیتریچر داشتیم، در فضایی داشتیم در رمان‌های مثلا برخسی وارد شد، برخس هم مورد اون فضای آنلیمیتد صحبت می‌کنه، ولی این فضاها وقتی وارد سینما میشن به خاطر اون اصولی که بر سینما حکم فرماست، از اون قواعد و قوانینی که در تاریخ سینما وجود داشته، به خاطر اون ترادیشنی که در سینما وجود داشته، این فضاها خیلی محدودتر شکل گرفتن و به مرور به صورت یک فرم ژانرگونه در اومدن و یک الفبایی رو برای سینما و برای یک نمونه از فیلم‌ها ساختن. بوردویل در این مقالهش به فیلم‌های مثل بلایند چانس، تو منی ویز تو بی نمبر 1، ران لولا ران و اسلایدینگ دورز اشاره می‌کنه و ادعا می‌کنه که تمام این نمونه از فیلم‌ها از یه سری اصول مشخص داستان نویسی پیروی می‌کنن و فضای داستانی و خطیشون رو شکل میدن. ادعا می‌کنه که یعنی بر طبق نظریه بوردویل ما در تمام نمونه داستان ها یک فرم لینارتی رو داریم، یعنی یک نمونه فرم خطی رو داریم که در اون داستان ها بر اساس یک
اصول خطی مشخص پیش میرن، کازن افکت هستن داستان ها. هر اتفاقی که مثلا در سکانس قبلی رخ میده، در اتفاقی بر سکانس بعدی رخ میده، کاملا تاثیر مثبت رو میذاره. و این یک تفاوت دوباره ایجاد میکنه با داستان های مثلا انفینیتد یا پارالل ورلد هایی که ما در لیتریچر میبینیم. در لیتریچر به طور مثال وقتی در فضاهای اینفینایت داره صحبت میشه، در مورد فضاهای که در اون هر اتفاقی ممکن رخ بده، ممکن هست کاراکتر در فضای موازی وارد یک سرنوشتی بشه که کاملا با اون سرنوشتش در یک دنیای دیگه متفاوت بوده باشه. ولی ما وقتی مثلا در سینما اینجوری داریم می‌بینیم، مثلا ران لولا ران سه تا اتفاق داره درش در این داستان‌ها رخ میده، ولی تمام این داستان‌ها تقریبا وضعیت لولا مشخص است. هیچ وقت لولا مثلا مبدل نمیشه تو داستان دوم به مادر، همیشه همون لولا میمونه، یا دوست پسر همون شخصیتی که هسته باقی میمونه، یا تمام کسای کاراکترهایی که تمام فیلم رو تشکیل دادن یک جاهای مشخصی دارن تو پارالل یونیورس ها. وقتی میرن از اون جایگاه‌ها تقریبا عوض نمیشن، این لیمیتد خیلی باقی میمونن. و اگر مثلا ما در فضاهای برخسی بار احتمال هر گونه اتفاقی رو داشتیم، مثلا خیلیشون رشنال بار هم نبودن و نمیتونستیم پیش بینی کنیم که اگر مثلا فلان کاراکتر این کارو میکنه نتیجه چی میشه، اینجا تا حد زیادی ما میتونیم حد بزنیم به عنوان بیننده که اگر این لولا مثلا در این صحنه تفنگ رو برداره، یا لولا در این صحنه سراغ پدرش بره، یا مثلا لولا در اینجا مثلا از وقتی که به آمبولانس میرسه مثلا از کنارش رد میشه، میتونیم حدس بزنیم در قسمت بعدی چه اتفاقی ممکنه رخ بده. آماده شدیم همه چیز رو حدس بزنیم، قسمت های بعدی رو میتونیم حدس بزنیم که در آخر ممکنه لولا موفق بشه. ولی ما مثلا در فضاهای ادبیاتی هیچ وقت نمیتونیم این رو حدس بزنیم. این یکی از چیزهایی هست که این نمونه از داستان ها رو تشکیل میده، حالت لینئاریتی فرمی رو به داستان ها به داستان های ما میده. در اون داستان هایی که در این فرمولیناریتی یا خطی قرار دارن، هر لحظه خیلی مهم هسته. مثال میزنیم در تمام این فرم ها، بلند چانس، تو میلی بیس، تو بی نامبر وان، مثلا خیلی مهم هسته که در اون لحظه فرد مثلا هر ثانیه که میگذره بتونه یک اکشن ویژه رو انجام بده. اگر نتونه مثلا در اون ثانیه مثلا دقیقه 12 و 18 ثانیه یک کاری رو که باید بوده انجام بده، تمام سرنوشت زندگیش عوض میشه. مثلا با توی این فیلم یک فیلم معروف کیشلوفسکی داره به اسم بلایند چانس، ما توی یه شخصیت رو داریم که باید سوار که در قسمت اول از خانواده جدا میشه، میاد سوار یه دونه قطار میشه، و وقتی سوار قطار میشه مثلا در آینده میبینیم چه اتفاقی میفته، مثلا تبدیل میشه به یکی از اعضای حزب کمونیست. در قسمت دوم میبینیم که مثلا در اون لحظه به قطار نمیرسه، در اسپلیت آف سکند به قطار نمیرسه، بیرون میمونه، اونجا ازدواج میکنه، یک سرنوشت کاملا متفاوتی رو پیدا میکنه. و در قسمت سوم دوباره به هم میشه، یه در اون لحظه یک اسپلیت آف چانس یک اتفاق دیگه رخ میده. تمام اینا در این فرم لینئاریتی این فیلم ها تشکیل میدن که فرم نراتیو و داستان رو میسازن. دوم این که در این داستان ها ما همیشه یک ریست باتون داریم به قول بوردویل. ما یه صحنه داریم که اونجا مثلا صحنه عشق ورزی دو تا شخصیت هست که ما می‌بینیم تو قسمت دوم و سوم داره تکرار میشه، دو تا کنار هم خوابیدن. بوردویل میگه که اینا این صحنه ها همیشه به ما کمک میکنه به عنوان بیننده که تشخیص بدیم که مثلا داستان دوم بخواد شروع بشه از کجا میخواد شروع بشه، ریست بشه داستان. از اون نقطه مثلا با دیدن این نقطه ما رو ریست میکنه به داستان دوم، یا مثلا وقتی دوباره داستان سوم میبینیم میبینیم که ریست میشه میره داستان سوم، تلفن و همو شامپو و از پلاک پای رفتن. این میگه که تمام این فرمای مثلا این فقط فرمی از این ریست باتون ها استفاده میکنه. عامل سومی که در این داستان‌های به این شکل ما میتونیم ببینیم، استفاده کردن از افرادی هست که در وضعیت‌های مشخص همیشه ثابت قرار می‌گیره. داستان‌ها دو تا داستان پارالل هستن، ولی شما مثلا نقش دوست پسر یا نقش مثلا مادر یا نقش پدر میشه واقعا عوض نمیشه، همون شخصیت ثابت رو ما رو در طول داستان میتونیم ببینیم، با همونا ارتباط به علاوه بر همون لولا رو می‌بینیم، منیر رو می‌بینیم، مادرش رو می‌بینیم، پدرش رو می‌بینیم، دوست دختر پدرش رو میتونیم نگاه بکنیم، کسی که تو زندان هست، تمام این شخصیت ها در سه تا پارالل یونیورس در این نمونه فرم های داستانی تکرار میشن و بیننده اینا رو میتونه ببینه.
در این نمونه از فرم‌های داستانی که برداری صحبت میکنه، ما همیشه از یه سری المان‌های داستانی، تو وقتی فرم کلاسیک داستان نویسی رو ببینیم، همیشه مثلا بگیم تو فرم کلاسیک داستان نویسی ما یه دونه اپوینتمنت داریم و یه دونه ددلاین داریم. یعنی این تکنیک های هست که فیلم ساز فینام نویسی هاشون به کار میبره. مثلا تو اینجا ددلاین این هسته که این باید این پول رو برسونه به اون شخصیت، به برادر، به دوست پسرش. این ددلاین در هر سه تا از فیلم ها قرار گرفته و داستان متناسب با هم اونها ساخته شده. تمام این فرم دوباره ما در هر سه تا روایت میتونیم ببینیم. مورد دیگه که میتونیم در مورد اونها، در موردش این در این فرم های داستانی استفاده بکنیم، به مرور که داستان ها پیش میرن اطلاعاتی که لازم هست ما داشته باشیم کم میشه. مثلا تو داستان اول ما باید حتما ببینیم که این پدره با دوست دختره مثلا داستانشون رو ببینیم تا با زندگیشون آشنا میشیم، و در قسمت اول باید مثلا دوست پسره توضیح بده چه اتفاقی افتاده، مثلا پولش رو گم کرده و تمام اینا. ولی داستان دوم دیگه لازم نیست اینا تکرار شه، داستان سوم اینا احتیاجی نیست. به مرور ما با تمام این خطای این اتفاقات روبرو شدیم، کمتر اطلاعات به ما داده میشه، زمان مفهومش عوض میشه. مثلا میتونه فیلم تونتر پیش بره، در یک زمان تونتر پیش رفته همون اطلاعات رو ما احساس میکنیم گرفته شده. یا کاراکترها دیگه شناختیم، کاراکترها بعد روی هم تاثیر میگذارن. مثلا ما تو قسمت اول پسره میادش که به دختر یاد میده چطوری از تفنگ استفاده کن، میگه مثلا تریگرشو باید بکشی. این مثلا در قسمت دوم این اطلاعات دیگه داره، از همون استفاده میکنه، همون تریگر رو میکشه، همون اتفاق میبینه. یا میدونه تو مثلا قسمت سوم که این پسر رو الان پا میذاره جلوش، بعد از روی پا میاد میپره، این اطلاعات رو از قسمت قبلی گرفته. ما اینا رو همه رو میتونیم بپذیریم چون این رو در گمان بیننده در داستانهای قبلی دیدیم، و این تفاوتی هست که دوباره فرم سینمایی ایجاد میکنه. در این داستانها تمام پارالل استوری ها هم اندازه هم ارزش نیستن. مثلا وقتی تو پارالل استوری مثلا فیلم های رمان ها اینا میریم، مثلا ممکنه یه اتفاقی که برای یه شخصیت یا کاراکتر در این فضای آن لیمیتد بیفته همون ارزش رو داشته باشه که برای یه شخصیت دیگه مثلا در این فضا دیگه افتاده باشه، ولی اینجا اینجوری نیست. ما سه تا داستان متفاوت داریم، سومی به هر حال جذاب‌تر هست، سومی جایی هست که احساس می‌کنیم باید مثلا فیلم در نهایت به همون سمت بره. کش وقتی که مثلا قسمت اول دوست به سرش کشته میشه یا خودش مثلا بلای سرش میاد، ما اینو به عنوان نهایت در نظر نمیگیریم، به عنوان کامل‌ترین داستان در نظر نمیگیریم، سومی رو در نظر میگیریم. و برده میگه در این فرم فورک استوریا ما این رو داریم، همیشه یکی از این داستان‌ها مخصوصا معمولا آخری هست، ارزش بیشتری رو نسبت به داستان‌های دیگه داره و از راست تکنیک داستان نویسی روی اون تاکید میشه. اینا چیزایی هستن یا ویژگی‌ها یا موتیف‌هایی هستن که داستان‌های فورک استوری یعنی نراتیو خاص رو در سینما می‌سازن و تفاوتش میدن با اون نراتیوی که در ما در اسمش ادبیات داریم. از اون طرف با وقتی که مثلا ادبیات رو میخونیم در مورد اینفینایت پاسیبیلیتی داریم صحبت میکنیم، یعنی احساس میکنیم که مثلا داستان بورخس هر اتفاقی ممکنه رخ بده، یک یوتوپیایی رو میتونیم احساس بکنیم که کاملا با وضعیت دنیای فعلی ما متفاوت هسته. ولی وقتی که اینا به طرف سینما میرن این یوتوپیان دریمز ها خیلی محدودتر هستن، یعنی ما حالت یوتوپیا نداریم، خیلی با رئال اتفاق که در اینا رخ میده ارتباطش بیشتر هسته، اون حالت آن آرمانگوره رو کمتر ما اینها میتونیم ببینیم. اینم که از ایرادهایی هست که مثلا به این نمونه داستان ها گرفته میشه که تفاوت واضحی هست بین اون چیزی که این پارالل یونیورس ها دوست دارن ادعا بکنن و اون چیزی که در واقعیت در سینما نشون میدن. در واقعیت ادعاشون این هست که ما میتونیم یک ایمپاسیبل رو نشون بدیم، یک چیزی که اصلا در سرنوشتی که نتونید پیش بینی بکنید، ولی در واقع وقتی در فرم سینمایی قرار میگیرن فضاها خیلی بسته‌تر، فضاها خیلی محدودتر و لیمیتدتر هستن و از همون فرم خطی که ما از لحاظ رشنالیتی انسانی احساس میکنیم دارن پیروی میکنن.
بورد به وقتی که میخواد در مورد این لیمیتیشن صحبت بکنه، چون یکی از ایده های مهم دیوید بورمن این هست که درست هست که سینمای دهه 2000 یا سینمای 2000 اخیر معاصر خیلی متفاوت هست نسبت به دهه 20-30-40، ولی میگه که این فرم های داستان نویسی ارتباط زیادی رو دارن به اون اصولی که در قدیم گذاشته شدن. از همین اصول هست که با هنوز دارن پیروی میکنن و فقط این مقدار سعی میکنن مثلا جاها رو یه تغییرات محدودی در همین قواعد داستان نویسی رو بدن. و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این اصول اصولی بودن که در طول تاریخ مثل همه چیزی که هگل هم داشت بحث میکنه یک ساختار رو ساختن، یک ساختار تقریبا موفق مثل هالیوود رو شکل دادن، ساختارهای استراکچرهای قدرتش رو شکل دادن. و بعضی اینکه از این اصول بخوای خارج بشی باعث میشه که اولا با ریسک فیلم زیاد مواجه بشه، یعنی نتیجه ای رو که بخواد تولید بشه بیننده باش آشنا نباشه و ممکن است بخاطر فیلم در مسئله سرمایه زیاد، سرمایه خیلی مهم هست، فیلم از لحاظ اقتصادی با مشکل روبرو بشه. و دوم این که بیننده های سینمایی هم ممکن است اون بازخوردی رو که باید داشته باشن نداشته باشن. وقتی که آشنا هستی با یک چیزی، اون آشنا بودن یک لذت خاص رو مثلا میده. مثلا من یادم هست یه بار رفته بودم توی آلمان، وقتی مکدونالد رو میدم احساس میکردم تمام کانادا هستم، چیز مشابه اینجور رو دارم نگاه میبینم. و وقتی که مثلا فضاهای لوکال، مثلا یک فضایی که مثلا خیلی کاملا دایورس باشن، متفاوت باشن، اینو به ذهن بیننده منتقل بکنی، ممکن است بیننده پیس آف بکنه، بیننده باشه ارتباط راحتی رو برقرار نکنه. و این مخصوصا در این ساختاری که مثل هالیوود خیلی به ساختار داستانگویی سنتی خیلی مهم هست. و اون ادعا میکنه که این فرم های مثلا فیلم های مثل این فیلم که حتی مثلا دوست دارن نراتیو خیلی آوانگاردی رو داشته باشن، از فرم های مثلا از موسیقی استفاده میکنن، سیاه و سفید انجام میدن. اگه دقت کرده باشه مثلا ما وقتی میخواستم رو گذشته استفاده بکنه از این نمونه فرم استفاده میکرد، وقتی میخواستم رو خاطرات شخص سابجکتیو فرد بره از این فرم، از دیگه یک فرم دیگه موسیقی یا فضاسازی استفاده میکرد. میگه با وجود اینا مثلا از لحاظ فرمی سعی میکنن خیلی آوانگارد باشن، ولی از لحاظ داستان‌گویی یا از لحاظ نشانه هایی که میگذارن خیلی باید پایبند اون اصول کلاسیک داستان نویسی و سنتی باشن تا بتونن هنوز اون پاورجایی رو داشته باشن. اینو حرف منو یاد بازن هم میندازید. بازن هم وقتی در مورد ژانر در سینما صحبت میکرد این مورد یادآوری میشد که ژانرها در خیلی از اوقات مجبور هستن که از همون قواعد اون سبک، از قواعدی که مرسوم شده استفاده کنن، فقط فقط به قلقله کردن اونا بپرسن. اگر بخوان خیلی از اون ژانر از همون قواعد خارج بشن و فیلم رو کاملا غیر متعارف بکنن، احتمال این که با بیننده یا سینمایی رو جذب کنن کم هست. من این باز هم فکر میکنم تفاوت تا حد زیادی سینما و ادبیات رو هم مشخص میکنه که سینما به خاطر اینکه محصول کامرشیالایزد هست و این بیننده های مثلا زیادی برخوردار هستن، همیشه باید با احتیاط و با آرامی بیشتری به تغییر اصول و قواعد خودش بپردازه تا اینکه بتونه هم از لحاظ کامرشیال بتونه ساکسس رو داشته باشه و همین که بتونه اون حرفی رو، نوآوری رو که میخواد. ولی بعد در هر حال این حالت، این اتفاقی که در سینما رخ میده باعث میشه که این تفاوت رو پیدا بکنن که نتونی بگیم پارالل یونیورس هایی که در سینما خلق میشن هم ارزش هستن. نمیتونی مثلا راحت بگید من در یه دنیای دیترمینیستی که سینما داره اینا رو نشون میده. تا حد زیادی قضاوت رو نسبت به پارالل یونیورس ها راحت تر میکنه و از اون حالت ریلیتیویستی که بچه ها میگفتن این مقدار دورتر میکنه که اینم در موردش بحث شده. این چیز مهمی هست که در مورد نراتیو و داستان در این فیلم میشه بحث کرد. موارد دیگه که میشه واجه بحث کرد در مورد فرم فضا هست که در مورد این فیلم خیلی صحبت شده، اینکه در شهر فیلم در شهر برلین میگذره، ولی ما مثلا المان های خیلی حالت توریستی وار نسبت به این المان ها حتی برخورد نمیشه، نسبت به فضا کاملا تقریبا احساس میکنید در این ای پلیس به کار به سر میبرید، در این نافضا به سر میبرید. که اینو حالا ما میتونیم تا حد زیادی به اگه میخواستیم بحث بکنیم باید به اون ترادیشن آلمان و اون ترادیشنی که نسبت به گذشته و هویتش داره مخصوصا
در سینماش توجه بکنیم که آلمان‌ها مخصوصاً خاطر اون خاطرات جمعی تلخی که در نسبت گذشته داشتن همیشه از یادآوری گذشته هاشون در فیلم‌هاشون خیلی هراسان هستن، ترسناک هستن، میترسن نسبت به اونا. در فیلم‌هاشون هم ما اینو خیلی میتونیم ببینیم. وقتی سراغ المان‌های تاریخی میرن نمیدونن چه المان‌های تاریخی رو باید برجسته بکنن. آیا المان‌های تاریخی دوران هیتلر رو برجسته تر بکنن خوبه؟ آیا المان‌های دوران مثلا کمونیسم رو باید برجسته بکنن؟ این مشکلی هستی که سینمای آلمان با گذشته تاریخی خودش داره و در روی فرم‌های فضاسازیش ارتباط سینماش با معماری تأثیراتی رو می‌گذاره. یکی از انتقاداتی که نسبت مثلا همین فیلم شده بود نسبت همین فرم‌های فضایی هست که در برلین داره می‌گذاره، اینکه از نقاط مهم شهری مثلا داره در فیلم می‌گذاره ولی هیچ ارتباطی رو اونجا بین بیننده و کاراکتر نمی‌تونه احساس بکنه، خیلی سریع از روی هر اتفاق داره رد میشه و اصلا مثل اینکه یه فیلم در هر شهری دیگه هم میتونسته براش رخ بده. این که چیزایی هست که در مورد این فیلم صحبت شده. در مورد اون موضوع نیچه هم خیلی از روی این فیلم خوندن که به مرور همونجور که یکی از بچه هم گفتش به مرور اکتیف شدن این شخصیت زیادتر میشه. در قسمت اول خیلی تحت تاثیر شرایط اطرافش حسارت اسلیو مورالیتی رو داره، میپذیره اون چیزی که میخواهد بهش وارد بشه، از پدرش میخواد کمک بگیره، به سراغ همون میره، حالا خیلی پسیفتری رو داره و همش که به مرور میره حالت اکتیفتر این شخصیت بیشتر میشه و سعی میکنه سر مثبت ماجرا بشه. جیغش مثلا تفاوت میکنه، جیغش اگر یاد میگیره که مثلا جیغش رو کنترل بکنه که اون تو قورکشی برنده بشه و نمردی موارد هم حالا صحبت شد، حالا که اینا رو فکر میکنم بعدا حالا میشه بیشتر گفت. مرسی امیر. بعد دوست داشتم که میشه مثلا بعدا این کوتایی که مثلا حالا بچه‌ها میگن مثلا روی قرارداد بندازی که بعدا بودم یادش بمونه. یکی این که سال ما که صحنه که تو میدون دو استوری اول دختر چی در دست پلیس میخوره، یه پلاستیک از بالا میاد به قضیهش چی پلاستیک چیه؟ یه بستی از بالا میفته پوله آخر فیلم توی آمبولانس که دست این مرد رو میگیره، مرد قلبش رو میفته، نشونه چی بود؟ این مرور میتونه اینم در مورد صحبت همون بخش اکتیو شخصیت زیادتر میشه، یعنی جون دوست پسرش رو نجات میده، آخرم دوست این نگهبان اینا رو میاد نجات میده، اینم به همون بخش اکتیو شدن این ربط داره. نمیشه 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 این دیگه قسمت فاکتوری گیری برای بیننده نیست، یعنی خود کاراکتر این دانش رو پیدا کرد. من سوال دوباره من از وقتها اصلی من که چرا این کارگردان این ست دنیای موازی رو موازی هم نشون نداد، ترتیبی نشون داد، یعنی به قول معروف مثل داستان مومنتو که دو تا داستان اول و آخر که بعد اینا در هم یکام شدن، چون در نظر من این کارگردان اعتقاد داره که این دو سه تا دنیا پارالل واقعا دارن با هم دیگه جلو میرن. بعد چرا اینا سیکوئنشال نمایش داده شدن؟ چون اینا اثر میذارن در هم دیگه، مثلا هم دیگه داستان اول دومی میگه چیزی تفنگ رو آورده بزنه، مثلا داستان دوم به سوم میگه چیزی از توپای طرف بگذره. آره سال اول ببینه مثلا اون قسمتش وقتی که مثلا دوستو میره مثلا اینجوری بودش که میگه
مثلا برای ما لازم نیست توضیح داده بشه این چرا دنبال پول میخواد بره. ما میدونیم این دوستان پول حتما اطلاعات ریدیوس میشه دیگه. وقتی گفتم که اون میپره، آره اونم مثلا شخصیت کاراکترم هر دو وش کار میکنه، هم ما اطلاعاتمون بیشتر میشه هم کاراکتر اطلاعاتش بیشتر میشه. کاراکتر میگم از اون میپره، یه کاراکتر مثلا اطلاعات از خواب بده کرده که توفنگ اوالت هسته از اون میاد استفاده میکنه. در هر دو لایه داره حرکت میکنه، هر دو لایه داره حرکت میکنه. ولی سال دومه دیگه یه استیک چویس دیگه، این فضا رو به این شکل استفاده کرده، احتمال زیاد خب برای خودش اولویتی خواسته گذاشت دیگه. چون جوری هم که اصلا میتونیم ببینیم که مثلا همونجور گفته دو رو سه اصلا میذاره یک رو دو تاثیر میگذاره، یعنی کاملا حالت لینئاریتی رو توشون حفظ کرده. اون فرمی که مثلا به تو میگی اون حالت خب لینئاریتی رو به این شکل نداره، یعنی استیتیک شویس متفاوتی بوده. اوکی، مرسی، تمام شد.